خانم پروین حلدران، خیلی ممنون از اینکه پذیرفتید که با ما صحبت بکنید. از دیروز می‌دونیم که جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شده و شما در دادگاه حضور داشتید. روند دادگاه رو چطور می‌بینید؟ ما سلام خدمت شما و ممنون از دعوتتون. خب من اولین باره که در یه همچین دادگاهی حاضر شدم و فکر میکنم که این حتی در تاریخ ایران هم در تاریخ جهان هم بی‌سابقه است که حکومتی در قید حیات باشه و یکی از عاملان جنایت در دادگاه دیگه در کشور دیگه به صورت دموکراتیک در حال محاکمه باشه. خب به هر حال تمام خانواده های کشته شده ها اینجا حضور داشتن، امکان این که حضور داشته باشیم در دادگاه و بشنویم خیلی در کنار همین ببینیم که خود متهم هم از کاملا از حقوق یک زندانی برخورداره و میتونه وکیل داشته باشه، بشینه گوش کنه همه این چیزایی که هیچ وقت در ایران اتفاق نیفتاده شما میبینین که داره در اینجا پیش میره. به همین خاطر فکر میکنم که نخستین باری که چنین اتفاقی افتاده و این روند حتی قطعا نتیجهش خیلی مهمه، ولی در این حال پروسه این حرکت هم خیلی مهمه که در هر لحظه در هر دادگاهی که تشکیل میشه قاعدتا بحثای زیادتری مطرح میشه و به یه نوعی اتفاقی که در سالهای در این 40 اندی سال تلاش کرده بود حکومت ایران دفع بکنه، سیکرت بذاره و هیچ وقت نتونه اجازه نده کسی دربارش صحبت بکنه و فقط دادخواهای این ماجرا بودن، خانواده ها بودن، خانواده های جانباخته ها بودن که تونستن این مسئله رو مطرح کنن، ولی خب هیچ وقت سند این مدرکی بحثی که در یک دادگاه رسمی و عادلانه بخواد اجرا بشه وجود نداشته و همین خود فهم میکنم که این اتفاق خوبی هست در این حال که حکومت رو داره به محاکمه میکشونه، نه تنها عاملش رو بلکه حکومتی رو که تا تمام این سالها تلاش میکرد که همه چیز رو پنهان بکنه و حالا داره همه چیز آشکار میشه. خب میدونیم که شما در صحبتاتون هم اشاره کردید سالها از این اتفاق ها گذشته و اگر مشخصا ما کشتار سال 67 رو مد نظر قرار بدیم بیش از 3 دهه از این اتفاق گذشته و خانواده های دادخواه در تمام این سالها در تلاش بودن برای تحقق عدالت، ولی خب تا الان امکانش فراهم نبوده. اما میبینیم که این دادگاه بالاخره شکل گرفت و داره انجام میشه. به نظر شما این دادگاه فارغ از نتیجه‌اش چه تأثیری میتونه در پروسه دادخواهی یا جنبش دادخواهی در ایران داشته باشه؟ تاثیرگذار خواهد بود به دلیل اینکه در حال حاضر درسته که این اتفاق 30 و چند سال گذشته پیش افتاده، ولی الان پروسه دادخواهی یک امر حاضره. پروسه دادخواهی در سالهای اخیر ما داریم ببینیم که در شکلهای مختلف داره اوج میگیره، اعتراضات مختلف، اعتراضات دادخواهی داره شکل میگیره و به همین خاطر هستش که به یک نوعی اون جریان دادخواهی پیوند گسترده‌ای داره با پروسه دادخواهی در حال حاضر که داره اتفاق میفته در ایران و این نقطه پیوندی و نقطه های کانونی قضیه است که جنبش دادخواهی در ایران رو به شدت قدرتمندتر میکنه و کما اینکه اتفاقاتی که در اون سالها افتاد انقدر در اوج خفقان بود که یا عده‌ای جرأت طرحش رو نداشتن یا عده‌ای امکان طرحش رو نداشتن و حتی واهمه داشتن از قضیه، ولی الان ماجرا شکل دیگه گرفته. ماجرا از عبور از ترس، یعنی انباشت خواسته ها و انباشت حق‌خواهی و دادخواهی اینقدر گسترده است که دیگه نه تنها ترس رو کنار زده بلکه اساساً به عنوان یک بحث اصلی و جدی تو جامعه ایران داره مطرح میشه و این اتفاق در حالی داره رخ میده که شکل‌های گسترده دادخواهی از خانواده‌های جانباختگان آبان گرفته تا دیما تا هواپیمای اوکراینی تمام اینها همه نشون میده که چقدر ما نقاط کانونی پیوندی داریم و این اتفاق در صورتی داره رخ میده که یکی از اعضای کمیته مرگ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده و انتخابم نشده، انتخاب قطعا از بالا انتخاب شده و در کنار این ما در حوزه‌های جنبشی میبینیم که چه جنبش گستردهی در خیابون‌ها جاری هستش در پرسه حق خواهی و داد خواهی و همه اینها در واقع نشون میده که این دادگاه در یک لحظه در زمان خوبی داره برگزار میشه، زمانی که
داره اتفاقاتی که در اینجا داره میفته رو به جنبش‌های داخل ایران و به حرکت دادخواهی در ایران پیوند میده. به عنوان یک پرسش کوتاه، شما در صحبتاتون به دادخواهی‌های مختلف اشاره کردید، یعنی معتقدید که این دادگاه اگرچه برای جنایات سال 67 هست ولی میتونه پیوندی ایجاد بکنه بین دادخواهی‌های مختلف که در ایران هست؟ بله، برای که جنبش دادخواهی جنبشی نیستش که تنها در یک حرکت متوقف بشه. جنبش دادخواهی در ایران یه حرکت زنجیرواره که شما میبینین که از کسی که الان داره محاکم میشه تا کسی که به انتخاب ریاست جمهور رسیده، همه اینها جز جنایتکاران حکومتی بودن که همچنان در قدرت هستن و این نشون میده که چیزی از اون طرف اتفاق نیفتاده، تغییری رخ نداده. اون چه که داره در حال تغییره قدرت گرفتن این جنبشه که در واقع خواستش خواست تغییره. خیلی ممنونم از شما خانم پروین اردلان. ممنون از شما.